سلام مخصوص بر بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که باز موقعیتی پیش اومده و امروز خدمت شما میرسیم و صحبت هایی که داریم با هم در میون میگذاریم، از حال همدیگه مطلع میشیم، تلفن هایی که زدید گوش کردیم و جواب بهتون میدیم. خیلی تشکر که اینقدر علاقه من داریم که زنگ میزنید. البته برنامه ما زنده روزهای دوشنبه از ساعت 4 الى ساعت 5 بعد از ظهر از محل مردم تیوی که یکی از نمونه های خیلی خیلی نمیخوام بگم برجسته و فلان، تنها جایی هستش که هر کسی از هر مرامی از هر نوعی میتونه وقت بخره بیاد و حرفاشو بزنه و به کسی هم تعرض نکنه. هر کسی حرف دلشو داره میاد میزنه و همه حق دارن حرف خودشون رو بزنن و تنها جایی رو که ما پیدا کردیم که این موقعیت رو به همه میدن و با یک قیمت خیلی مختصر لطف میفرمان و تمام چیزهایی که دارن در اختیار مصرف بقیه میگذارن مردم تیوی هست. ما از بقیه همچی چیزی ندیدیم، همه انحصار خودشون هست و یک خط رو بیشتر دنبال نمی کنن و اون خط حمله به جمهوری اسلامی ایران هست و مردم ایران من غیر مستقیم، بالاخره مردمی که در ایران زندگی میکنن سیستم های دولتی خودشون دارن انتخاب میکنن. ما که این طرف مرز هستیم، خب سال 4 سال یه بار انتخابات میشه، میریم ما یه رأی میدیم، ولی خب بقیه مردمی که اونجا هستن هر روز در صحنه حاضر هستن و هر روز دارن فعالیت میکنن و در اون بخبوه یا هر چیزی که داره انجام میشه اونها هستن که چرخ مملکت رو دارن میچرخونن، اونها هستن که از جان و دل ایثار میکنن و پیشرفت مملکت زادگاه خودشون رو دارن تعمیم میکنن. هفته ای که گذشت باز دوباره خب صحبت های زیادی بود و اطلاعاتی راجع به روند مذاکراتی که در اروپا داره انجام میشه بین ایران و بقیه مدعیان حق اصلی و حق ایران راجع به استفاده از انرژی صلح‌آمیز اتمی و این قشقرقایی رو که به خوبا کردن، و هر دفعه که میبینم خب یه قدم رفتن جلوتر. اون اصطلاحی که داشتیم در ایران میگفتیم روشون زیاد شد، بیشتر دارن پافشاری میکنن و بیشتر دارن چیزهای دیگه اضافه میکنن، همونطور که در مذاکرات قبلی هم دیدیم که گفتن خیلی خوب بیایید فلان کار رو بکنیم، ایران گفت قبول میکنیم. وقتی اومدن این کار رو بکنن دیدن که نه خیر، اونا نظرشون چیز دیگه بود و
تو درس‌های مدیریت، اونهایی که مدیریت خوندید، اونهایی که راه‌های قرارداد نویسی رو بلد هستید، اونهایی که میدونن در یه قرارداد خب ممکنه اصل قضیه یه چیز باشه ولی فرعش طوری هست که اصل قضیه رو اصلا کلا میذاره کنار و یه جوری دیگه میشه. و تو این چیزها قراردادها معمولا مثال هم میزنن، مثلا منبر مثال توی محلی دو نفر یا سه نفر نشستن و همه هم گرسنه هستن و هم دیگه نگاه میکنن یا ها شما گرسنه ای؟ میگه بله. گرسنه بله. اونم میگه بله. میگن خب بلند شیم بریم غذا بخوریم. از در که اومدن بیرون یکیش میشه دست چپ، یکیش میشه دست راست، یکی هم مستقیم میخواد بره. تعجب میکنم این کجا داره میره؟ میگه من دارم میرم چلو کبابی فلان. یکی میگه من دارم میرم ساندویچ فروشی فلان. یکی میگه من دارم میرم چلو خوری جای دیگه. هنوز به هیچ چیز نرسیده، دعوا چیز هستش. ببخشید. آخ خدا رحمت بگیر. سلام، خیلی ببخشید تلفنی که شد من تا اومدم جواب بدم قطع شد و چون نوشته بود آنون، حالا نمیدونم کی بودی که زنگ زدی. لطف بفرمایید یک بار دیگه زنگ بزنید، من زودتر چشمم به این صفحه میفته و این دکمه رو فشار میدم که صدای شما رو همه ازش استفاده بکنم. بله، بعد که میان همه گرسنه ها میخوان غذا بخورن، منتها توی خونه یا تو اون محلی که بودن نپرسیدن که رفیق شما چی میخوای بخوری؟ مثلا اون گفت ساندویچ. شما چی میخوای؟ مثلا چلو کباب. میگی من چی میخوای؟ مثلا کله مرغ جوجه مرغ میخوام بخورم فلانی حرفا. اینه که همشون گرسنه شون هست، همه میخوان غذا بخورن، منتها هنوز قلم بعدی رو چیز نکردن، نشکافتن که ببینن چی هست. تازه قدم بعدی رو مثلا میشکافن که همه میگن خیلی خوب همه بریم ساندویچ بخوریم. راه میفتن برن به طرف مثلا خیابون یکی از خیابونای ایران. اسم رو عوض کردن برم نمیدونم بالا. در هر حال یه ذره راه نرفته و میگه چرا این طرفی دارید میرید؟ اون ساندویچ فروشی که من میگم مثلا اون مغازه است. این میگه بابا اون ساندویچش به درد نمیخوره، نوناش خشکه. یکی میگه نه آقا اصلا اونجا خوب نیست بریم این ور. باز هنوز یه قدم نرفته، باز دوباره دعوا هست. این هستش که ببینید در توافق و در تمام این چیزایی که اینطور باید ریزکاری هایی باشه یک انرژی خیلی 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 زیادی لازم داره و هوشیاری کامل. و خب شما خودتون میدونی که تو مملکت ما 85 میلیون جمعیت داریم و تو این جمعیت ممکنه مثلا 10 میلیون یا 15 میلیون جمعیت ما باشن که از هوشیاری کامل راجع به این کارهای بین المللی یا قرارداد نوشتن یا سیاست نم فلان این حرفا اطلاعاتی داشته باشن. در مقابلش کی هست؟ آمریکا 325 میلیون، اروپا هم در حدود 500 میلیون. خب در مقابل اینها یک مقدار ما در چیز میفتیم، در پس معرکه میفته کلاه ما. این هستش که در هر صورتی که با هر کسی که ایران و ایرانیان و مردم اون سرزمین میخوان مذاکره کنن از قبلش پیشرفتاری باید داشته باشن. به هیچ وجه هیچ چیزی رو قبول نکنید تا اینکه اون پیشرفتار یا پیشگفتار یا پیش هرچی چی هست رو طرف مقابل قبول کرده. و وقتی که قبول کردن، چون در اون چارچوبی که شما مهارت دارید اینها رو باشون صحبت میکنید، باشون بلاخره بدو بستون میکنید، بلاخره تو هر کاری همه چیز رو یه جانبه که نمیشه انسان به نفع خودش بتونه تموم بکنه، حتما باید یه چیزی اونا میخوان، یه چیزی اینا میخوان. ولی در نهایت وقتی تموم شد، شما در افق دور اون مسیر مملکت خودتون، مردم خودتون رو باید در نظر بگیرید. و از حالا داره معلومه که خب همه آقایونی که در رأس قرار گرفتن و دارن تمام این سیاست ها یا این مذاکرات رو دارن انجام میدن، خب اینها هم بالاخره بشر هستن، اینها هم از گوشت و پوست و استخوان ساخته شدن، اینها چیزای خیلی چیز نیستن. یعنی اینا دنباله هر کدوم اینها باید تعداد زیادی باشن که
با هوشیاری کامل به اینها اطلاع بدن که اینطوری بتونید پیش برید، که اونا دارن این کارو میکنن و ما نمیتونیم که بیاییم و یه قراردادی امضا بکنیم و نه فلان کنیم بهمان کنیم. خب یادتون میاد که در زمان قاجارها یه شخصی به نام ویلیام ناکس دورسی اومد ایران برای تجسس و پژوهش، بعد به دولت پیشنهاد کرد که من تو این بیابون بیاب و علفی که هیچی پیدا نمیشه مثلا به شما 50,000 تومان میدم، یادم یه قیمت بزرگی بهتون میدم و 50 سال اینو به من چیز بدید، اجازه بدید که این کارو بکنم. خب پادشاه اون زمانم هر کی بود که ما یادمون نمیاد، انشالله همه بخشیده بشن، ایشون میپرسه که تو اونجا چی هست. اون کسی هم که بالاخره اطلاعی داریم قبله عالم اینجا فقط خاک و شن و بر بیابون، اصلا توی علف هم نیست. بعد این شاه هم میگه که خیلی خوب اون پولو بگیرید و هم اینطور و اونطور، تا اینجاش که مثلا درست بوده. این آقای ویلیام نوکس دورسی میگیره این پولو، دو تا چاه حفر میکنه و چون اطلاعات قبلیش از اطلاعات تاریخی ایران بوده و راجع به زردشتی هایی که معبد های جاویدان داشتن، جاهایی بودش که آتیش همیشه می سوخته و این بو برده بوده که در اینجاها نفته که به سطح زمین داره میاد یا گازی که به سطح زمین داره میاد که این آتیش جاویدان همیشه آتیش هست، وگرنه خب چوب بیاری هیزم بیاری بالاخره 10 سال 20 سال 100 سال تموم میشه. بعد اونجا که این حفاری میکنه در یک عمق خیلی کمی به نفت میرسه. به نفت که رسید اون موقع میره انگلیس، چون اهل انگلیس بوده و قرارداد خودشو به دولت انگلیس میفروشه و روز بعد که همه بیدار میشن میرن کشتی های انگلیسی اومدن در آبادان و خرمشهر و اهواز اونورا پیاده شدن و همه میان و میرن و فلان. هیچ کس هم نمیپرسه آقا خیلی ببخشید شما کی هستید برای چی اومدید. میان و بالاخره حفاری زیاد میکنن و این حرفا. به ایران هم میگن ما به شما یه حق حقوق میدیم از هر بشکه نفت هم یه قدری بهتون میدیم که حالا ما نمیدیم چی بوده چی نبوده دادن یا ندادن و مقدار زیادی هم که استخراج میکردن چی بوده اونم با نمیدیم. بعدها خب بالاخره اشخاصی که متفکر بودن، اشخاصی که بالاخره چیز سرشون میشد، اومدن گفتن این کاری که شما کردید غیر قانونیه، شما با ما قرارداد بستید و قرارداد ما رو بردید به این مملکت فروختید و این غیر قانونیه و اینو نمیتونید این کار کنید. و مصدق رفت در دادگاه لاهه و دفاع کرد از حق ایران و حق ایران رو گرفت و نفت ملی شد، یعنی برگشت مالکیت نفت برگشت به مردم ایران. ولی از اونجایی که بالاخره اونهایی که قدرت و پول دستشون هست از هیچ چیزی هم واهمه ندارن، اومدن باز دوباره یک کلکی زدن و فلانی حرفا و یه کنسرسیوم درست کردن که بین دوست ها تقسیم شد، 20% مال این، 10% مال اون، 20% مال یکی، 15% مال اون. خلاصه باز برگشتن به همون آش و همون کاسه قبلی و ایران از اون موقع سرازیری رفت توی یک سیستمی که مردم یواش یواش چیزهایی رو روبرو شدن که در سنت ایرانی اصلا وجود نداشت. در سنت اون مملکت که آبرومند بودن، مردم آبرومندی بودن اونجا زندگی میکردن، حیثیت میتونستن چی هست، غیرت میدونستن چی هست، آبرو میدونستن چی هست. یواش 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 اینا رو کم کردن و کم کردن. من خوب یادم میاد که تحصیلاتی که ما داشتیم در امریکا و برگشتیم برای مدت زمان کوتاهی، در ایران یه جایی بود توی خیابون اون زمان که از تای شهر میرفت به شمرون، دو تا جاده داشتیم، یکیش این ور بود جاده قدیم شمرون بود، یکی این وری بودش که میرفت به سر پل. وسط های جا یه جایی بود به نام کاباره باکاره، هم چیزایی اسمایی گذاشته بودن و به ما گفتن که شب بیایید اونجا بریم شام بخوریم و فلان. ما گفتیم خیلی خوب رفتیم. بعد دیدیم یه صحنه ای هست اونجا، نور انداختن و فلان، یه دو اومدن و رقصیدن، یه دو فلان کردن، یه کوی دیدیم بای داده بیدار
کارهایی دارن انجام میدن که حتی تو خود آمریکا انجام نمیشه. و من خیلی متعجب شدم و به دوستایی که بودم گفتم ببینید من دیگه نمیتونم اینجا بشینم و این چیزایی نیستش که برای یک ایرانی مفید باشه و این کارها جز فساد و جز خراب کردن اخلاق شما چیزی دیگری نیست. و حالا هم داریم میبینیم که چند روز پیش ها هفته پیش هم تو برنامه اشاره کردیم که یه عده‌ای میخوان برقصن که خب رقصیدن هیچ اشکالی نداره، برقصید خوشحال باشن هیچ مهم نیست، هیچ اشکالی نداره که بتونید خوشحال باشید، باید خوشحال باشید و اون جزء لوحه زندگی در آمریکا این هستش که pursuit of happiness، یعنی ما دنبال به دست آوردن خوشحالی هستیم، نه خوشحالی که همینطوری خوشحالی بود. happiness یک معنی خیلی خوبی داره، happiness یعنی کسی که ارضا شده با زندگیش، از کارش، از درآمدش، از خانوادهش، از محیط زیستش، از محلش، از شهرش، از هم مملکتیاش، اونا میشه pursuit of happiness و این هیچ اشکالی نداره، حتما باید اینطور باشه. ولی اگه شما در یک جای زندگی میکنید که ابراز احساسات اینطوری فقط و فقط برای داخل محرمیت خانواده خود شما هست و اینو میخواید بیارید عمومیش بکنید، نه تنها در مملکت خودتون ولی در تمام دنیا با گذاشتنش روی یوتیوب، اینجا یه اشکالی پیش میاد، یا اشکال با شماست یا اشکال با اون کسی که شما رو داره حل میده که این کار رو بکنید، یا منظورتون چیه. و درسته من گفتی وقتی پیش که در عرض یکی دو روز پیدا کردن این افراد کیا هستن و اگر یه همچین چیزی واقعا حقیقت داره که به این سرعت پیداتون کردن، خب حتما یه آدرس چیزی هم موزیر نوشته بودید که بیان بگیرن شما رو و شما مملکت خودتون رو در مقابل بقیه که حیثیت نمیدونن، آبرو نمیدونن، غیرت اصلا نمیدونن چی هست، در مقابل اونها مملکت ما رو دارید کوچیک میکنید، مملکت ما رو بی آبرو میخواهید بکنید. البته خب یه دیدی هم حالیشون شده که اینها 10 نفر 20 نفر 30 نفر بیشتر نیستن، ولی خب با هم این بازم مثل یه توف سربالا میمونه که تو صورت خودمون میفته و این خب بالاخره از انصاف دوره که شما این کار رو بکنید و دست جزء دست بیفتید تو دست اونهایی که برای مملکت شما کوچکترین احساسی ندارن، برای شما دلشون نمیسوزه، دلشون میخواد مملکت شما چنان خراب باشه که فقط بیان و وردارن و برن. این مردم انقدر فاسد باشن، انقدر بد باشن و تمام این کارا داره اینطوری انجام میشه. یا هر کسی میاد یه چیزی میگه، هر کسی میاد یه چیزی میبره. و تو این روزنامه ها این حرف هم نوشته بودن که بله یه تعداد زیادی از افراد برای دیدن ایران یا برای قراردادهای مختلفی وارد ایران میشن، هیچ مانعی نداره، قرارداد ما دوست داریم ببندیم با مردم، ما فقط مردمی نیستیم که فقط تو چارچوب خونه خودمون بخوایم بمونیم، میخوایم با همه رفت و آمد داشته باشیم، میخوایم با همه تجارت داشته باشیم، میخوایم بده بستون داشته باشیم، منتها روی اصول اخلاقی خودمون، منتها روی رسم و آیین خودمون میخوایم این کارو بکنیم. و اگر ما نتونیم اینو حفظ بکنیم دیگه چیزی نمونده که از اون برمی که 35 سال هم که هستش اینقدر مردم فعالیت کردن، اینقدر کشته شدن در جنگ هایی که تحمیل شد به ایران، اینقدر صدمه به ما زدن تا حالا، اینقدر تحریم ها ماها رو از پا انداخته، با همه این، با اون مختصری که دست ما بوده اینقدر پیشرفت کردیم و متاسفیم که بعضی از مردمی که در ایران هستن توی تله یه همچین گرگ های سرگردنه می افتن و دوست های سرگردنه می افتن و بدون اینکه بدونن توی دام کسی میفتن که به هیچ وجه دلش برای شما، مملکت شما، به مردم شما، به هیچ یکی از دلشون نمیسوزه. اینا همونایی هستن که سال 1919 قحطی به بار آوردن در ایران، تمام قله ها رو احتکار کردن، مردم از گرسنگی مردن، یک چهارم مملکت مرد
تعدادش یا یک دومشون مردن از گرسنگی و اینها همونا هستن، عوض نشدن، خونخوارایی هستن که هنوز مزه خون تو دهنشون به اینا جون میده، نه چیز دیگه. و مردم ما الحمدلله انشالله خیلی هوشیار هستن، چه سیستم رهبری باشه، چه سیستم اداری باشه، چه سیستم قانونی باشه، همه اینها دست به دست هم باید بدن و بتونن محکم و منسجم در مقابل هجوم این افراد وایسن. و در ضمن مثل این میمونه که شما یه سدی باستید جلوی یه رودخونه که همیشه طغیان میکرده، میومده خونه آشیانه شما رو میشست و میبرده، یه سد بستید جلوی این و این آب حالا پر شد، این سد تا بالا بالا آورده. حالا اگر شما بخوای این دروازه آب رو باز بکنید و این آب بیا تو این بستری که آب خیلی کم توش داره میره، آب بستر دو سه برابر بشه، بله طغیان خواهد کرد و میشوره هرچی در مسیرش هست. و یک همچی حالتی هست همین الانه و یه ادم خب بالاخره موقعیت فکر میکنم موقعیت خوبی هست، بعد که مثلا دستشون به جایی برسه یه کاری بکنن، یه چیزی بگیرنم دستشون به جایی برسه. بدونید، آگاه باشید، اونهایی که دارن میان غرضشون این هستش که شما را اجیر خودشون بکنن و از شما نوکری بخوان. شما دیگه هیچ وقت آقای خودتون نمیتونید باشید، باید حتما نوکری بکنید از اون کسی که اومده اونجا یه سیستم ارتباطی میخواد براتون بذاره، اومده این کار میکنه. مگر اینکه تو هر سیستمی که هستش ایرانی ها اکثریت اون چیز رو داشته باشن، اون ساختار این شرکت ها رو داشته باشن، که وقتی که خب بالاخره اون وقت اول که یکی به یکی میرسی که شما نمیتونید بدونید واقعا این چند مرد هر لاجه، بعد یه مقدار کار بکنید که ببینید یواش یواش چی میشه، ولی اون حجم کار یا حجم اون افرادی که تو شرکت هستن اکثریتش با ایرانی ها باید باشه، که وقتی که کوچکترین چیزی رو دیدن که امکان داره به راه رد داره میره، ورقشون رو بزنن پایین و بگید نه اینطوری نمیشه و راهتون رو یه ذره عوض بکنید. و البته باز دوباره اینهایی که ما داریم میگیم، خونهایی که شما اونجا هستید، خب بهتر از همه ما میدونید، سیستم هست، در صحنه هستید، ولی گول این لبخندها، گول این فلانها رو نخورید. ما میدونیم اینجا چنان دندوناشون اینطور نشون میدن به شما، اینطوری میکنن که تعجب میکنه این تا دیروز داشت قهقه میزد، چهچه میزد، چطوری شد اینطوری شد. ولی هستن و افرادی که هیچی که از این آداب و رسوم و اون تمدنی که در ایران هست رو ندارن. بله ما ممکنه هفته یه بار بریم حموم، ممکنه دو بار هفته ای برن حموم، ممکنه کش و جورابشون کثیف باشه، بو بدن، فلان بدن، ولی اونا تمدنی دارن که اینا ندارن. اینا فقط تجدد دارن و خیلی خوشبو هستن. بله صابونای معطر سرشون میکشن، ادکلن به تنشون میمالن، فلان میکنن از این کارا. یادتون باشه اونهایی که در خارج از امریکا هستید، مأموریت خیلی خیلی شدیدی به عهده شما هست همین الانه، که در تمام جاهایی که صحبت میکنید، در همه جاهایی که هستید، همسایه هایی که دارید، در محل کارتون اگه جرأت میکنید، در محل کارتون، در جاهای دیگه، بگید که مردم ایران تا حالا به هیچ کس تهاجمی نکردن، هیچ کسی رو نکشتن، همیشه سعی کردن از خودشون دفاع کنن و همیشه هم 1,000,000 نفرشون این صدام حسین اومده کشته، بعدم هواپیمای اینا رو موتور زدن، بعد تحریما اینطور داره هر روز آدم‌ها رو میکشه. و ما افرادی هستیم که درس به ما دادن که دشمنتو ببخش، اگه دشمن در خونتو زد، در رو با کردید دشمنته، چون اومده به عنوان مهمان، بهترین ها رو جلوش بذار، بهترین ها ازش پذیرایی بکن. اینا این حرفا رو شنیدن میان از این سوء استفاده بکنن. وقتی که کسی سوء استفاده میخواد از خوبیای شما بکنه، سوء استفاده از
حجب و حیای شما میخواد بکنه، میخواد سوء استفاده از اون حالت خیلی فروتنی که دارید، از اون حالت خیلی خوبی که دارید یکی میخواد سوء استفاده بکنه، شما سریع باید دوزاریتون بیفته و بگید خیلی ببخشید، ما مهمون نواز هستیم به مرد، ما مهمون نواز نیستیم برای نامرد. شما اگر مرد و مردانه هستی قدم رو چشم ماست، اگر نامرد هستی، بیغیرت هستی، جایی نداریم. و ملت ما باید در صحنه حاضر باشن، باید بدونن یه چندر قاز نونی که باید به دست دارن میارن، اون نونشون به دستشون خواهد اومد، ولی به مجردی که این دروازه های صدر رو باز بکنی، هر کس باید به جایی بدوی که آب نبرتش. و ما امیدواریم که اونهایی که این کارها رو دارن انجام میدن حواسشون باشه، و مخصوصا اونهایی که اون دشمنی دیرینه خودشون رو نه تنها با شما، نه تنها با مملکتتون، با دین و آیینتون دارن، میگن نه اینطوری نباید باشه، مثل همون قبلی باشه، مثل ترکیه باید باشه، سکولار باید باشی. سکولار یعنی چی؟ یعنی اینکه از صبح تا از هر غلطی میخوایی بکنی بکن، شب که داری سر راه میری دهن تو آب بکش و برو مسجد نماز بخون و برو خونه. توجه کردی چی شد؟ یعنی افرادی که به هیچ وجه پایه و ثبات ندارن. کسی که پایه و ثبات نداره خیلی سریع از راه میتونه در بره، و اینطوری میخواد نه تنها در اون مملکت، اینجا رو نگاه کنید، همین جایی که ما زندگی میکنیم نگاه کنید، چند نفر پیدا میکنید دور و بر خودتون که اون اصل انسانیت، اصل بشریت، اصل خود وایستاده و انحراف نداره، اینطوری سوء استفاده میکنن. با اون تلویزیون هم که میبینی هر دفعه آگهی نم خوردن یک چیزهایی رو آگهی میکنن که آره این از آبشارهای نم کوههای کلرادو اومده، این یکی از یخچالهای فلانجا اومده. خب بالاخره مردم تشنه شدم هست، میگم خب نکنه توش یه چیزی باشه، یه ذره الکل توش هست، خب میخورن و یه ذره سرشون گرم میشه. غافل از این که این پولها جایی داره میره که تمام این مملکت رو در خودش داره منفجر داخلی میکنه. این رو من لغتشو درست نمیتونم بگم، ایمپلوژن رو من هنوز نتونستم فارسیشو پیدا کنم، که در داخل خودش منفجر میشه، به بیرون نمیره. انفجار معمولا از داخل به بیرونه، برعکسشو میگن ایمپلوژن، اکسپلوژن، ایمپلوژن. اون هنوز بلد نیستم، دوستانی که اصطلاح ما رو میشنون و میدونن ایمپلوژن یعنی چی به ما اطلاع بدن. دوست عزیزی از نورث کارولینا زنگ زدن، آقای ریاضی یا ریاهی فرمودن اسمشونو، که از من میپرسدن مرجع تقلید و مرجع چیز تقلید و مرجع یعنی چی. و خب از لغتش معلومه، مرجع یعنی اون جایی که شما مراجعه میکنی از چیزی که نمیدونی. مثلا یکی میخواد یه تجارتی بکنه، یکی میخواد یک معامله ای بکنه، یکی میخواد یه چیزی بخره بفروشه و نمیدونه که راهش چی هست، خب و میخواد بپرسه. خب البته تو خرید و فروش اونایی که میخواد وارد بشن، اینجا کلاسایی هست میشه میگن بیزنس سکول، یکی میتونه بره اونجا بشینه و این درس ها رو یاد بگیره که بله شما وقتی میخوای یه محلی رو بخری، برای اینکه بدونی این قیمت چی هست، باید یه فرمولی باشه که بتونید این از درآمدها و مخارجی که یک مؤسسه داره کم و زیاد بکنید. این فرمول باید اینو نشون بده، اون میگه قیمت اینجا رو تعیین میکنه. در معامله ملکی هم خیلی جالبه که مثلا قیمتی که یه خونه میتونه داشته باشه یه چیزی زبده، مثلا یه عددی هست 3 سال یا 5 سال که اون قیمت اونجا رو نشون میده. و در ضمن خب تو هر شهرداری که شما زندگی میکنید تو آمریکا، هر سال یا هر 6 ماه به یه بار ازتون مالیات بر ملک میخواد،
حالا ماشین دارید یا ملک دارید یا هر چیزی که مال خصوصی متعلق به شما هست به قیمتی داره، ازتون شهرداری اون محل چیز میخواد، مالیات میخواد که باید مالیات بدید. پس بنابراین باید بلد باشید که چی کار میخواید بکنید چی کار نکنید. اگه نمیدونید باید برید از یک جایی مراجعه کنید، مرجع یعنی به جایی که کسی مراجعه میکنه و اون سوالی رو که داره میپرسه. حالا یه عده میگن مرجع باید کسی باشه که تحصیلاتش خیلی بالا باشه. مثلا شما یک مریضی دارید که امکاناً جواب کردن و با لوله و این حرفا میخوان این شخص رو زنده نگه دارن، خب و شما تکلیف خودتون رو نمیدونید چی هست از لحاظ انسان بودن، از لحاظ پدر بودن یا مادر بودن یا اولاد بودن یا هر چیزی که از موقعیت شما هست، مسئولیت خودتون رو در مقابل یک همچین موقعیتی نمیدونید و میخواید اون از یکی بپرسید. وقتی میخواید اینو بپرسید، اونجایی هست که شما مراجعه میکنید به اون شخص. خب حالا معمولنش این هستش که شما به کسی مراجعه میکنید که تخصص در اون رشته رو داشته باشه. خب ممکنه یکی تخصصش در رشته ازدواج و طلاق باشه، خب به اون مراجعه میکنید. کسی تخصصش ازدواج و طلاق هست و یکی داره میمیره لوله بهش وز کردن بری ازش بپرسی، ممکن اون نتونه به شما کمک بکنه. پس برابر این وقتی مراجعه میکنید به یک جایی، اون جا هرچی هست باید مجهز باشه که بدونید تشخیص بده که سوال شما در چه گروهی از اون گروه اطلاعات هست و بهتون بتونن کمک کنن. و یه مقدار زیادش هم دیگه بستگی به خود شما داره که اون حس داخلی شما به شما میگه، اون ذکاوت شماست، اون وجدان شماست، اون رهبری داخلی نفس شماست که به شما میگه مثلا اینطوری بشه بهتره، اونطوری بشه بهتره. و البته خب در آمریکا یه لغتی مصرف میکنن به نام common sense. common sense یعنی اون چیزی که همه ازش اطلاع دارن، همه میدونن. مثلا که اگر شما یه تیکه یخ رو بندازید توی آب، این آب رو خنک میکنه. حالا از 100 نفر ممکنه 2 نفر اینو ندونن، استغفر الله براتون، ولی 98% میدونن که common sense خنک میکنه. ممکنه اون 2 نفر فکر کنن که این گرم میکنه، خب اون دور از common sense میشه. بعد این تقلید یه چیز دیگه هست. تقلید این هست که شما نمیدونید چطور یه کاری رو انجام بدید. مثلا میخواید از خونتون در بیایید و برید سر کوچه یه نون سنگک بخرید و برگردید. خب ساده تر از این که نمیشه، ولی اون وجدان شما به شما میگه قبل از اینکه از خونه بری بیرون یه لباس درست تر کن که بیرون مزاحم بقیه نمیشه، یعنی نصف تیکه نری بیرون. یه پولی هم دستت باشه که رفتی سنگکی از اون سنگک بخری، در ضمن اگه کفشی چیزی داری پات کن که پاورنی راه نرفت بری بیرون بدون پول بدون لباس راه بیفتی بری سنگکی که یه سنگک به من بده خشخاشش هم زیاد کن. اینا همش common sense، تقلید. حالا این دوستی که از ما این سوال کردن، ما درست نفهمیدیم که مفهوم این دو چیزی که از ما پرسیدن، مرجع و تقلید، آیا از لحاظ دینی هست، از لحاظ اجتماعی هست، از لحاظ کاری هست، از چه نوع تقلید و چیز رجوع کردنه که از ما دارن میپرسن. صدای ما رو میشنوید، میتونید زنگ بزنید، تلفن همون بازه. دوست عزیزی که قبلا زنگ زدید تا ما اومدیم ببینیم اینجا این دکمه رو فشار بدیم دیگه قطع شد و چون هم نوشته بود آنون، من نمیدونم کی هستی که بهتون زنگ بزنم، وگرنه سریع بهتون زنگ میزدم. بله 6-2 اینطوری. بله ببخشید 300 خیر باشه انشالله. برادر میناسیان از اروپا برای ما یه چیزهایی فرستادن،
ما با اجازهتون باز میکنیم بخونیم و ایشون معمولا با حروف لاتین برای ما می‌نویسن. منم باید هیچی هیچی کنم که ببینم چی هست که بتونم بخونم. T-O-Z-Y-H توضیح. ماشاءالله منم دارم یاد میگیرم. توضیح: ثابت پاسال یک شخص نبوده. ثابت و پاسال دو شخص متوافق بودند و دو تا شریک بودند که یکیشون یکیشون نماینده وکس واگن نمایندگی وکس واگن داشت و دیگری نماینده پپسی کولا در ایران داشتند و اینها چه کسانی بودند و از کجا توزه می شدند؟ این یک داستان دیگری است. یک دو تا تشکر. ما فکر کردیم ثابت پاسال یه نفره. ایشون خیلی قشنگ دارن میگن که نه خیلی ثابت یه نفر بوده، پاسال یه نفر دیگه بوده که یکیشون نمایندگی فورکس واگن رو داشته و یکیش هم نماینده پپسی رو داشته که این پپسی هم از عرب ها گرفته بودن، چون اون موقع که شما یادتون بیاد تمام در دیوار یه اعلامیه زده بودن و شکل این بطری رو کشیدن نوشته بود بپسی و همه نگاه میکنم یه بپسی دیگه چیه. بعدا ما فهمیدیم که عرب ها پی ندارن، یه شده بپسی. تشکر زیاد برادر میناسیان از این لطف شما و ما آگاهی پیدا کردیم که یکی از این دو نفر نمایندگی فورکس واگن رو داشته و دیگری هم نمایندگی پپسی کولا رو داشته. یک دونه تشکر از لطف شما. بله خیلی این شد آرمی. اوه اینم زیاده. فری ترایل فلان فلان آرمی. ببینم چی آرمی سایگانیان هست فارسی باشه میتونم بکنم نیست جرمنس پرسس نمیتونم این رو بکنم. ببخشی آرمین جان، من این انگلیسی رو به فارسی باید ترجمه کنم و اینقدر تبخور این کار رو ندارم که بتونم این کار رو انجام بدم. منو ببخشید. ببینم یکی دیگه هم اینجا هست. درود. خب اینم نوشتن درود جناب آقای اجلالی. من با شما خیلی مدتی که تلفنی تماس نگرفتم، امیدوارم که خوب باشید. این چیزهایی که من برای شما فرستادم یه قسمتی هست که نشون میده که چقدر در یوتیوب چقدر اطلاعات قابل هستش که امکاناً بد نباشه تماشا کنید. و اینجا خب البته به انگلیسی هست و من نمیدونم به فارسی چطوری سریع ترجمه بکنم، نمیدونم صداش در بیاره نه، ولی خب این داره 9 دقیقه هم هستش این صحبت. نوشته که وقتی که غرب با اسلام روبرو میشه و این به انگلیسی هست و من فکر نمی کنم قابل مصرف ما در این مدت زمان باشه. انشالله خیر باشه، ما این رو نمیتونیم واکنیم، میریم دنبال یه چیز دیگه. خیلی تشکر آرمین جان، من اینو باید خودم نگاه بکنم به فارسی یه جوری بتونم سرکلش رو هم بیارم و بتونم که برای بینندگان محترم خودمون بذارم و انشالله در آینده بلکه بتونیم یه مقدار صحبتهایی که به زبان انگلیسی هست رو بذاریم که خب بالاخره دوستان ما انگلیسی بلد هستن، منتها خب در اروپا ممکنه فرانسه بلد باشن، در آسیا زبانهای دیگه و جاهای دیگه. انشالله خیر باشه. اینه که یک مسئولیت چیز هست، مسئولیت بزرگی هست. تیتر دیگه اینجا نوشتن که فروپاشی آمریکا واقعیتی محتوم هست.
محتوم ما نمیدونیم معنیش چیه، یعنی محتوم از احتتام میاد، یعنی تموم شده یه هم چیزایی. بعد از فرونشستن دیوار برلین و بیرون آن اضمحلال بلوک کمونیست، پاره ای از صاحب نظران و نخبگان وابسته به اردوگاه جهان سرمایه‌داری این سخن را به میان آوردند که لیبرال دموکراسی غرب به عنوان تنها الگوی موفق حکومت داری در جهان توانسته است بر رقبای فاشیست کمونیست خیش فائق بیاید. پس بنابراین باید شاهد و ناظر سایه گستردانده لیبرال دموکراسی در جهان در چهار گوشه دنیا باشید. حالا لغت ها معانی زیادی داره. لیبرال یعنی یه دیگر روشن فکری، ما بار هم گفتیم که به یکی به من تاریک فکر نشون بده که من روشن فکر یعنی چی. لیبرال یعنی هر چی که بخوایی میتونی انجام بدی. همین دموکراسی هم یعنی کسی به کسی کار نداشته باشه. توی مملکتی که همه قرار فردا بدون کلا برن سر کار، شما اگه کلا سرت بذاری اون وسط همه میاره اونو نگاه کن. لیبرال و لیبرال یعنی از اخلاق یه مقدار دور بودن. لیبرال یعنی این که اگر یک کرماسایی رو بخواد یه کاری انجام بده شما باید بگی مانعی نداره. بی‌بندوباری. لیبرال ماشاءالله حسن، به خودم گفتم ماشاءالله. لیبرال یعنی بی‌بندوباری. اونایی که صدای ما رو میشنوید به ما زنگ بزنید، ما رو تذکر بدین که ما غلط گفتیم. لیبرال یعنی بی‌بندوباری. یه مملکت بی‌بندوباری باشه و دموکراسی هم باشه، یعنی این بی‌بندوبارا با اون بی‌بندوبارا کاری نداشته باشن. همین امروز صحبت این بودش که در قسمتی از آمریکا برای مصرف طبی دارن کشیدن این حشیش رو دارن آزاد میکنن. اینجا دو جور مثل که حشیش هست، یکی اون گله یا چیزی که به هم دیگه بس میکنن، یه پودر درخته، ببخشید بوتست، یه برکایی هستش که ماریجوانا یا ماریجوانا میگن، اینا رو دارن آزاد میکنن برای مصرف طبی و یه دم خوب سو استفاده دارن میکنن. بچه های کوچیکی که ممکنه ندونن این چی هست و اون چی هست، 16 ساله 15 ساله، خب بالاخره اگر مواد مخدره منفعتی داره باید در اختیار همه گذاشته بشه، اگه منفعتی نداره اتبا باید این رو تجویزش بکنن، اگر خطرناکه، اگر خوب نیست، اگر فلان نیست. و در تمام دنیا هم هست، همسایه ما افغانستان اینقدر تریاک و هروئین دارن درست میکنن و از کجا رد میشه؟ از توی ایران رد میشه. این مقدارش هم میریزن اونجا که مردم بدبخت بیچاره اونجا رو بدتر خرابتر کنن، جوانهای ما رو که از همه جا غافل، یکی یه چیزی دستش میده میخوره یا میکشه، فردا میبینی که بله معتاد شده و باید حتما هر روز بره ببخشید دوزی کنه، فلان کنه، بهمان کنه که یه هم چیزایی به دست بیاره و بره از اون عادت بعد خودش ارضا بشه. پس لیبرال دموکراسی، دموکراسی یعنی بی‌بندوباری عمومی. ما اینو اینطوری فهمیدیم. اونهایی که جور دیگه میفهمید به ما زنگ بزنید و به ما تذکر بدید و ما سعی میکنیم که حرف شما رو در این رسانه به گوش همه برسانیم. یک شخصی به نام فوکویاما، حالا این کس کی هست نمیدونیم، جز نخستین نظریه پردازانی بود که با مطرح نمودن نظر تز پایان تاریخ عملا پرچم لیبرال دموکراسی را با روحیه آن آمیخته به تبخیر و تفرعن به احتراز در آورد. اونا ما لغت های اینطوری ما نمیبینیم، والا چی؟ تبختر و تفرعن به احتراز در آورد و از آمریکایی شدن جهان سخن راند. آه آه آه، خب این تقریبا خوابی بوده که برای تمام دنیا دیدن. چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، در رأس این نیزه تیز، اون نوکش، ام تی وی هست و شرکت های آهنگسازی هست و اونهایی که فیلم های خیلی خیلی
هیجان آمیز و چیزهایی درست میکنن که دیگه شما ناراحتی دیگه براتون فرق نمیکنه، جلو شما مثل سر یکی رو میبرن و خون میزنه بیرون. خب شما یه طب امتحان کنید این صحنه ها رو که میبینید، ببینید آیا یک عکس العملی بهش نشون میدید از بدن خودتون، از احساس خودتون، یه همچیز رو که میبینید. اگر این احساس ندارید و عکس العمل نشون نمیدید، بدونی که تو تله افتادی و وای به حالتون که جلو چشم خودتون سر فامیل خودتون رو ببرن. اون موقع شما اصلا چیزی نخواهید و ما متاسفیم از این قضیه. بعد در این گیرودار ایالات متحده آمریکا و مقارن با تحولات منتج به فروپاشی شوروی، حمله وسیع را علیه مواضع دیکتاتور عراق تدارک دیدند و توانستند ضربات کوبندی را به پیگر رژیم بعث عراق وارد سازند و مجرد پیروزی متحدین به رهبری آمریکا در عملیات طوفان صحرای جورج بوش پدر، نظم نوین جهان را اعلان کردند. خب اینا را همه را ما میدونیم که چطوری اینها سعی کردند که اینطوری بشه و با زبان بی زبانی بر این نکته تاکید ورزیدند که من بعد این آمریکاست که کت خدای جهان است و هر گونه تخطی تمرد از اوامر و نواهی ایالات متحده عوارض و پیامدهای هولناک و دهشتناکی برای کشور خاصم امریکا به بار خواهد آورد. خب یعنی چی؟ نوکری و همونم نوکری آمریکا، چیز دیگه بخوای بکنی قبول نیست. و از رفتارشون، از صحبتشون، یارو بلند میشه از اینجا میره اوکراین دخالت میکنه در انتخابات اونجا. یه آقای اینجا بوده که مکین هست، جان مکین، حالا اون باید بهتر بدونه. همین این بودش که رفته بود اونقدر آدم در ویتنام کشته بود، 55,000 نفر از جمعیت امریکا کشته شدن در دهه 60 تا 72-74 و این شخص اونجا گرفتار بود، حالا اومده سناتور شده. عوضی که هنوز اون احساس رو داشته باشه، برعکس رفته اونجا که بله حرفی که من میزنم درسته، یا اون خانومی که مال وزارت کشور اینجا هست. همزمان با این تحولات که علی ظاهر از توفق و سروری بلا منازع آمریکا در اقصا نقاط گیتی حقن میکرد، در ایران اسلامی نیز گروهی از سیاستمداران که عنوان تکنوکرات را برای خود برگزیده بودند با رویکردی غربگرایانه همدلی و همراهی و خیش را با نظم نوین جهان به سرگردگی آمریکا نشان دادند و با اجرای سیاست‌های دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، سیاست تعدیل و ساختار اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشتند که نتیجه این سیاست تورم لجام گسیخته ای بود که فشار سنگین را به توده های مردم وارد ساخت. خب ما اینو صحبت کردیم، اینو گفتیم که اولین کاری که اون کشورها و اون افرادی که میخوان همه رو تحت کنترل خود داشته باشن، میان میگن آقا شما پول لازم داری، هر چه قادری بیه من بدونم میرا بگیر برو. خب مردم من خب احتیاج دارن به بعضی چیز، بدونی که بدون قدم بعدی چیه پولو میگیره. امروز یکی زنگ زده اینجا که آقای فلان کس، شما اگر پول لازم دارید ما تا 75,000 دلار در یک هفته 5 روز به شما میدیم و این پولی هم که به شما میدیم به هیچ وجه احتیاج نداره که پشتوانه داشته باشید. این پول همینطوری در اختیار شما میگذارید و ببرید مصرف کنید، فلان کنید، به ما کنید. خب این خیلی قشنگ به نظر میاد. یه پول یکی میخواد به من بده تا 75,000 دلار هم میخوام بدم، خب کم پولی نیست. هر کار باش میخوایی بکنی بکن.
خلاصه ما هم زنگ زدیم، خب بالاخره با اطلاعات میخواییم دستمون باشه که به اطلاع بقیه هم بتونیم برسونیم. بعد اون طرف خیلی جالبه هایی رو شما هم یادتون باشه، یک سیستم هایی هستش که حالا از طریق اون کامپیوتر هایی که سریع هستن بهشون میگن سوپر کامپیوتر، اونی که به شما زنگ زده اسمتونم قشنگ تلفظ میکنه آقای فلان کس، بعد شما میگید من دوست دارم این چیزو بدونم و این چی هست، بعد یکی میبینید که اون طرف یک دستگاه غیر انسانی است که داره حرف میزنه، چون شما که صحبت کردید اون به صحبتش ادامه داد تا اون جملهش تموم شد. خب اگر انسان باشه خب صدا شما رو میشنوه، میگه بله چی میگه، بعد برای اینکه خودشو وارمود کنه که انسانه، بعد از همین صحبتی که شما میگه ببخشید حرف من، بعد که تموم شد حرفش میگه سوالتون رو بفرمایید، سوال که میکنید تا هنوز تموم نشده، میگه that is a good question، من نمیدونم تا حالا هیچ کدوم شما شدیدید در یه جایی کسی بگید سوال خیلی بی خود احمقانه است، هیچ کس نمیگه. خلاصه ما گفتیم خیلی خوب، این چیزی که میگید اینقدر درصد داره، ببخشید اینقدر پول میدید درصدش چقدره؟ گفت فقط 2.5% هر ماه. شدیدید چی شد؟ گفت 2.5% در ماه. ما 12 تا ماه داریم نداریم؟ 12 ضرب در 2.5 بکنی تقریبا میشه 30% میشه، بله 30% میشه، یعنی شما 75,000 دلار میگیری در یک سال باید 100,000 دلار 105,000 دلار 110,000 دلار پس بدی. حالا میخوام ببینم کسی که توی همچین تله بیفته چه روزگارش رو سیاه خواهد کرد که تمام این پول ازش میگیرن، میان تو خونتون میگیرن، یه فصل کتکتون میزنن تمام هرچی دارید رو خورد میکنن تا بگی آقا ببرید یا هرچی دارم و ندارم که پشتبانه نداشت، حالا بیا ماشین رو بردار ببر، بیا این رو بردار ببر، اون رو بردار ببرن ولن کن، اونم یه نه کافی نیست، 110 تا بود حالشون میشه 220 تا، چون تخلف کردیم پولی که قرض گرفته بودی به موقع نداری، باید دو برابر شد. هر روزم داره اتفاق میفته، یه دم بیخبر از همه جا قبول میکنن و هیچ کس هم جلوشون نمیگیره، دولت اینجا میگه چی رو میخواستی تو تله نیفتی، بیخود کردی تو تله افتید، قانونی وجود نداره که جلو اینا رو بگیرن. حتی یه دفعه یکی هم چیزی برای ما فرستاده بود، ما با چیز پلیس محل تماس گرفتیم، دو فلان کس اصلا فکرش هم نکن، دفعه دیگه هم جواب ندید، میگم بابا این هی داره به من میرسه، گفت خود دیلیتش کن همیشه، دیگه نمیگه که به من نشون بده کجاست که بره بیخر یارو رو بگیره. به هر حال اینجا دارم میگن که ما دنباله یه مش نوکر میخواییم که این نوکر فقط و فقط اون چیزی که ما بهش میگیم انجام بده، یه چیز کوچیکی هم تو دهنش میذاریم که این دیگه طغیان نکنه، نه طغیان نکنه هیچی از برستگی نمیره، یه چیزی تو دهنش میذاریم که را بیاست، و این گفتار این آقای فوکویاما هست. مثلا همزمان با اجرای این سیاست اقتصادی که متأثر از تزهای اقتصادی جهان سرمایه‌داری بود، در حوزه‌های فرهنگ و سیاست نیز شاهد ظهور و بروز جریاناتی بودیم که سعی نمودن با تبلیغ و ترویج سبک زندگی غرب، همچنین بسط و اشاعه ارزش‌های جهان غرب، راه جهت تحقق مدرنیزاسیون به طریق اولی سکولاریزم فراهم سازد. ولی واقعیت این بود که قهقهه های مستانه ظفرمندانه غربگرایان و مدافعان سرمایه داری جهان دیری نپایید و رفته رفته لبخندها کشدار این جماعت بر لبان آنها خشک شد. چرا؟ آگاه به ناآگاه
غربیان متوجه این هم شدن که گرچه رقیب دیرین یعنی کمونیسم از جهان رخت بربسته و به موزه تاریخ پیوسته است، ولی سرمایه داری نیز اوضاع و احوال چندان خوش و مناسبی ندارد و وارد دوران انحطاط و سراشیبی و سقوط خیش شده است. خیلی خوب، ما برای هیچ کس بدی نمیخواییم، ما برای همه موفقیت میخواییم. با دشمنهای خودمون میگیم بابا ما با شما کاری نداریم، بابا هم کاری نداشته باش، ما میریم اینجا نماز میخواییم بخونیم، دعا میخواییم بکنیم، به کسی هم کاری نداریم. اونم میگه نه، ما دوتا جاسوس میذاریم این وسط که ببینیم وقتی که شما یه حرفی میزنی بیاریم توی این دادگاه یا بیاریم یه جا ازت بپرسیم، بعدم قل و زنجیر بهت ببندیم و بگیم شما تروریست هستید و چون تروریست هستید باید زیر قل و زنجیر ما باشید تا جنگ ما با تروریست تموم بشه. خوب گوش کنید چی دارم میگم. اگر شما قبول دارید اینو واقعا، حسی ندارید، صبح به صبح بلند شید، نوکر بیجه رو موادید را بیفتید برید. بارها هم گفتیم ما اینجا نوکری خفت و خاری میاره براتون، آخرش هم نیستی و نابودی، جلو چشتون همه دیدید، نوکرهای بزرگ هم دیدید، حالا چه برسه نوکرهای کوچیک. ساموئل هانتینگتون، این هم مثل که یه آقایی هستش که یه مقدار اطلاعات اوه. وقت ما داره تموم میشه، انشالله اگر موقعیتی باشه باز هفته آینده ما بتونیم راجع به این موضوع با شما صحبت بکنیم. تشکر میکنم که تشریف آوردید، خیلی ببخشید که ما نتونستیم به تلفن های شما جواب بدیم. یه دوست عزیزی هم تلفن کرده بودن، شماره تلفنشون رو برامو گذاشته بودن، شهرام تجدد بود مثل دیگه شون. شهرام کسی، ببخشید که من نتونستم بهتون تلفن کنم، معذرت میخوام. تا هفته آینده انشالله قسمتی باشه خدمتتون میرسیم. مرحمت عالیه، تشکر میکنم از حضورتون. I'm